سلام، وقتتون بخیر. اینجا برنامه سرآشپز، منم حمیدرضا رنجبرم. سه تا داداش گل، سه قلوهای عزیزی که آقا فرنام، آقا رسا و آقا کوشا، این سه تا داداش امروز مهمون برنامه ما هستن. بچه امروز به خاطر اینکه تولدتون نزدیکه، یه غذای خیلی کوچولو فینگر فود میگیم، یا غذاهای لقمه کوچیک. آقا تو این برنامه ها، تو این تولدا، از سوسیس و کالباس استفاده میکنن. میخوایم یه نه بزرگ بگیم، و بگیم سوسیس و کالباس برای این بچه ها خوب نیست. حالا نمیگیم نخورید، کم بخورید، ولی انصافا غذای خوشمزه تری هم داریم. من برم مواد آماده کنم تا این غذای خوشمزه رو براتون درست بکنم. ما امروز تو برنامه سرآشپز این مهمونا رو داریم. شما هم میتونید بچهای گلتون رو، حتی میتونید خودتون، در هر رشته ورزشی، هر صنفی، هر شغلی هستید، با ما ارتباط بگیرید در طریق پر ارتباطی و قدم رو چشای من بذارید تو این برنامه، مهمون ما باشید. ما امروز برای این بچهای گل و همینطور برای شما میخوایم بگیم که با مواد ساده میشه تو این لیوانای کوچیک که هم پلاستیکیش هست، همین شیشه ای، غذاهای خیلی زیبا و خوشمزه ای رو درست کنیم تو تولدها به بچهای گلمون بدیم، تا خدای نکرده سلامتشون به خطر نیفته. ما امروز غذاهای کوچیک یا به اصطلاح حرفه‌ای آشپزی فینگر فود داریم با مرغ و سیب زمینی. مواد و حضورتون معرفی کنیم، بریم سراغ درست کردن این غذای خوشمزه که کاربردی است، برای بچه هم بسیار خوبه. ما سینه مرغ داریم اونجا که باید خرد بشه و پخته بشه. این طرف کاهو داریم، باید خلالی نازک خرد بشه که راحت ترم خورده بشه. اینجا سیب زمینی داریم که من انداختم اینجا و داره میپزه. مقداری ماست یا ماست چکیده یا مایونز یا ترکیب اینها گوجه داریم برای تزیین و زیباییش، که کمک می‌کنه تو طعم و مزه هم اتفاق خوبی دهن ما بیفته و با اون مزه ها ترکیب بشه و خوشمزگی خاصی رو ما احساس بکنیم. مقداری گشنیز و جعفری ساتوری، همه و همه کمک میکنن به همراه نمک و فلفل تا این غذامون خوشمزه بشه. اما اگر شما می‌خواید از زنجبیل، زیره، پودر سیر یا هر چیزی که دوست دارید استفاده کنید، مختارید، می‌تونید این کارو انجام بدید. بریم سراغ سینه مرغ. سینه مرغ رو باید خرد بکنیم، اما قبلش من تاور رو روشن میکنم و یه مقدار روغن اضافه میکنم. روغنی هم که استفاده میکنم روغن زیتونه، نه روغن سرخ کردنی، چون یه تفت کوتاه میخوام بدم. میدونید که سینه مرغ وقتی خرد بشه خیلی سریع پخته میشه. به این شکل اونها رو برش میدیم و بر میگردیم به صورت حب قندی های ریز یا متوسط خوردش میکنیم. اما من میخوام سرعت عمل بره بالا، اونها رو یه مقدار درشتر خوردش میکنم به این شکل. این هم تیکه آخر. بهشون نمک و فلفل میزنیم. این از نمک، این هم از فلفل. حالا میریم سراغ تفت دادن این مرغ. در تاور رو بردارید و مواد رو خیلی راحت بریزید توی تاوه و تفت. دقت کنید وقتی تاوه استفاده میکنید حتما باید لایه نچسب رو داشته باشید که مواد بهش نچسبه. حالا مرغ رو میریزیم و شروع میکنیم به تفت دادن به این شکل. نهایتا 3 تا 4 دقیقه زمان میبره تا این مرغ پخته بشه و بعد از اون باید مرغ و سیب زمینی که بعد از پختن پوست گرفتیم اون رو چرخ کنیم، یا تو غذا ساز بریزیم، یا ساتوری ریز بکنیم به نوعی که از قیف و ماسوره‌ای که داریم می‌خوایم تزیین بکنیم حتما رد بشه. اینم از مرغمون که کم کم داره پخته میشه. سا
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. ازتون خواهش میکنم تا آقای رنجبر دارن غذا رو آماده میکنن و غذاشون قوام میاد یه دو سه دقیقه به من توجه کنی. البته میدونم سخته ولی به نفعتونه. سرویس قابلمه 20 پارچه گرانیتی که امروز آقای رنجبر هم دارن باش به راحتی آشپزی میکنن تو این برنامه داره تقدیم حضور شما میشه. این ظروف 20 پارچه ویژگی‌های منحصر به فردی داره. اولین مطلب قیمت بسیار مناسبشه. این سرویس در بازار 499 هزار تومان داره تقدیم شما عزیزان میشه، اما تو این برنامه شما با 200 هزار تومان تخفیف میتونید این ظروف رو در اختیار داشته باشین. همین الان گوشیاتون رو بردارین. بردارین خواهش می‌کنم. و این سامانه پیامکی که داره زیر صفحه نمایش داده میشه، عدد 8 رو به این سامانه ارسال کنید تا درب منزل این سرویس رو تحویل بگیرید. اما دوستان عزیز، این سرویس 20 پارچه گرانیتی ویژگی‌های منحصر به فردی داره، از جمله اینکه پوشش گرانیتی که جز نسل جدید پوشش ظروف آشپزخونه است داخل این سرویس استفاده شده که هم نچسبه هم به راحتی تمیز میشه و اینکه پوس نمیشه و خط و خش نمیفته. دومی که پوشش خارجیش همینطور نسوزه و بعد از مدت طولانی شما این ظروف رو به همین زیبایی در آشپزخونه‌تون خواهید داشت. رنگ بندی زیبای این محصول که یک دیزاین خاصی رو به آشپزخونه شما میده، یعنی شما اگه ظروفی رو تهیه کنید که همه مشکی، زرشکی و یا یک رنگ خاص باشه، بعد از مدت دلتون رو میزنه، اما این محصول این گونه نیست. یکی دیگه از ویژگی های این ظروف درب پیرکس سوپاپ داره. این سوپاپ اطمینان باعث میشه که بخار اضافه خالی بشه و مثل ظروف قدیمی که گاهن برای تخلیه بخار اضافه شما مجبور بودین در رو نیمه باز بذارین و یه وقت لغ میزد و میافتاد، این دیگه این مشکل رو برطرف کرده. بینندگان عزیز، ازتون خواهش میکنم گوشیاتون رو همین الان بردارید. شما میتونید عدد 8 رو به سامانه 1055-58 ارسال بکنید و درخواست خرید این محصول 20 پارچه گرانیتی رو همین الان بدین تا بتونید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این ظروف رو در به منزل تحویل بگیرید. یکی از مشکلاتی که خانم‌ها در آشپزخونه دارن اینه که جای کافی شاید برای نگه داشتن تمام قطعات سرویسشون نداشته باشن، اما شرکت تولید کننده این مشکل رو برطرف کرده. اومده دربهای مشترکی رو تهیه و تدارک دیده که شما میتونید این رو روی ظروف دیگه مثل ماهیتابه هم استفاده بکنید و سایزهای مختلف به همین شکل، یعنی قابلمه بزرگ با ماهیتابه بزرگ، قابلمه متوسط با ماهیتابه متوسط، دربهاشون مشترکه. نکته دیگه که قابل توجه من خدمتون باید عرض بکنم این که این محصول یک سری کفگیر و ملاقه هایی داره که جنسش باعث میشه به ظروف شما ضربه و لطمه نزنه، خش نندازه. البته اینو خدمتون بگم، اگر استفاده صحیح بکنید و خدای نکرده به این ظروف به خاطر کیفیتش لطمه بخوره، شما یک سال گارانتی دارین. بینندگان عزیز، یکی دیگه از ویژگی‌های منحصر به فرد این محصول نچسب بودن اونه. میخوام اونو براتون اینجا تست بکنم. اگه اجازه بدین من یکی از این مایتابه‌ها رو میذارم یه مقدار داغ بشه. با اجازهتون یه دونه تخم مرغ، البته اونم بدون روغن، حتی قابل توجه اونایی که غذای رژیمی میخورن. این مایتابه داغ شد، من این تخم مرغ رو میشکنم و ببینید چه اتفاقی میفته. دقت کنید. خب تخم مرغ هم دیگه آماده شد. اجازه بدید من بکشم توی ظرف. ببینید که بدون روغن حتی نچسبید. تولید کننده همه جا به فکر رفاه حال شما بوده، مثلا یه پیشبند بسیار زیبایی رو طراحی کرده تا لباس شما کثیف نشه، همچنین یه ست کفگیر ملاقه تا ظروف شما خط و خش نیفته. اما اگر این محصول رو می‌خواید خریداری بکنین، همین الان عدد 8 رو به سامانه در حال نمایش ارسال کنید. این ظروف 499 هزار تومانی رو با 200 هزار تومان تخفیف میتونید در به منزل تحویل بگیرید. جناب آقای رنجبر در خدمت شما هستیم. مرغایی که پخته شد ماچرخ کردیم، تو غذاسوز هم میتونید بریزید، کاملا اونو میکسش کنید یک دست بشه. حالا به اندازه اگه میخواید زیر دندونتون باشه میتونید با چاقو ساتوری بکنید. سیب زمینی هم همینطور، بهش یه مقدار نمک میزنیم، یک مقدار فلفل سیاه میزنیم، عطر و بوی خوبی به غذای ما میده. خیلی خوب، حالا میتونید از مایونز خامه یا ماست چکیده استفاده بکنید. من اون رو اضافه میکنم به این سیب زمینی ها و شروع میکنم مواد رو با هم ترکیب کردن.
اما ما رنگ‌های آشپزی رو تو برنامه دیگه گفتیم، سبز، زرد، قرمز، سفید و سیاه، یا میتونیم بگیم سفید و سیاه، سبز، زرد، نارنجی و قرمز. 5-6 رنگ بیشتر نداریم، اینو تو به خاطر بسپرید. به همین منظور ما قرمز اینجا داریم، از سبز هم استفاده میکنیم برای اینکه رنگ خوب و همینطور عطر خوبی رو به این مواد بده. به این شکل کاملا باید هم بزنید، سس به خورد سیب زمینی بره. اگر میخواید این رو روز قبل آماده بکنید، میتونید نصف این سس رو بذارید، نصف دیگه‌اش رو یک ساعت قبل اینکه بخواید استفاده بکنید، چون سیب زمینی همه اینها رو به خودش میگیره و کم سس احساس میشه. این موادی که ما تو قیف ریختیم، این رو هم آماده میکنیم. اینم لیوانهایی که ما میخوایم استفاده بکنیم. کاهوها رو شروع میکنیم به خورد کردن به صورت خلالهای نازک. خیلی خب، با این کاری نداریم الان، این چاقو هم نمیخوایم، بریم سراغ بقیه کارمون. ما ظرف مورد نظر رو انتخاب میکنیم با کمک همون، اگر خواستی در نون هم استفاده کنید، میذاریم این رو و برش میدیم. این تک نون میتونه بره انتهای ظرفتون اگر بخواید این رو استفاده بکنید. به این شکل کاملا ته ظرفتون رو میگیره. این از این. حالا میریم مقداری کاهو میریزیم داخلش. با این نونا کاری نداریم. میریم سراغ موادی که درست کردیم. ما چی داشتیم؟ سیب زمینی و مرغ. به این شکل. ما اینجا گوجه داریم، خلال هم داریم. شروع میکنیم اونها رو تزیین کردن به این شکل. اگر خواستید از خلالای دیگه استفاده بکنید، میتونید از زیتون یا مواد دیگه استفاده بکنید، اون رو در کنارش به این ترتیب تزیین بکنید. من دونه دونه برای این 3 تا داداش گل انجام میدم و به تعداد کافی دارم. بعد شما تصویر رو ببینید، از هر کدوم ایده‌ای بگیرید و درست بکنید. یه نمونه هم با حجم کمتر بزنم ببینید. میتونید بدون نون اینها رو بزنید، مقداری کاهو بریزید. این هم یه نمونه با مرغ. میتونید از زیتون یا مواد دیگه هم استفاده کنید و از سبزیجات و سیفیجات خوش رنگ و معطر، رزماری میتونید استفاده بکنید. به این شکل تزیین بکنید. من اینجا تربچه هم دارم، یه دونه هم با تربچه بزنم ببینید. این از تربچه. هرچه جلو بریم، هرچه این مواد رو بیشتر استفاده بکنیم، این تزیینات کمک میکنن که غذای ما یا اون فینگر فودی که ما داریم درست میکنیم زیباتر بشه و هر گامی که به جلو میریم اینها رو، اون زیباییش رو دوچندان میکنیم و مهمونای ما و بچه ها رو ترغیب میکنیم موادی که براشون خوب استفاده بکنن. انتهای کار رسیدیم. این هم غذاهای آماده شده ما، غذاهای کوچولو که برای کوچولوهای خودتون، برای بچهای گلتون نسبت به سنشون میتونید آماده کنید و تو مهمونیاتون، توی تولدها اون رو استفاده کنید و مهموناتون نوش جان بکنن. خیلی خوب، بردارید نوش جان بکنید ببینم دوست دارید یا نه. بیایید زمینم برای شما. مرغ سیب زمینی، مرغ. شکلشو دوست دارین؟ شکلشو دوست دارین؟ همتون راست هستید یا چپ دست؟ شما؟ شما؟ یه دونه هاتون چه اینجور شده؟ خیلی خوب. جونم براتون بگه که شما هم میتونید با مواد مناسب و سالم غذاهای مختلفی رو به سبک و سیاق مختلف درست کنید، نسبت مهمونیاتون، نسبت مراسمی که دارید، تولد، هر چی که هست تزیین بکنید. به این شکل تقدیم حضور بچهای گلتون میکنید، تو مهمونی‌ها هم مورد استفاده قرار بدید. بچه‌ها خوبه؟ خوشمزه است؟ خیلی؟
پس تولدتون شما هم میتونید البته با کنترل پدر و مادرتون اینها رو درست کنید و نوش جان بکنید، تو مهمونی هم استفاده کنید. پس به سوسو کالباس میتونیم نبگیم و اون رو استفاده نکنیم، اما از سیب زمینی، از مرغ، از غذای سالم میتونید استفاده بکنید. این غذا دو دستی تحت حضور شما، با من کاری ندید. من خداحافظی کنم با بیننده ها. جونم براتون بگه که شما هم میتونید قدم رو چه شما بذارید و در برنامه خودتون سرآشپز میهمان ما باشید. شما این غذایی که ما درست کردیم میتونید درست بکنید، عکسشو بندازید، برای ما ارسال کنید، به قید قرعه برای شما اونا رو انتخاب میکنیم و جوایزی هم در نظر گرفتیم. خیلی دوستتون داریم. مواظب قلب رعوف و مهربونتون باشید. خداحافظ.